من یه رفیق دارم اگه شد میارمش و اینا، گفته باش حرف بزنیم. آقا من خیلی خلاصه بکن. گفتم باشه فردا شب بیار، ما هم یادمون رفت. بعد ما منبرمون رو رفتیم و اینم آقا با آقا زدی تو خال و دمت گرم و فردا شب آوردیش. گفت من بچه 10-12 ساله، گفت من ها 4000 کلیپ سکسی و مبتذل دارم که چند وقت دارم پخش میکنم. من گریم گره که یه جوون شیعه افتاده تو مسیر فساد، ببین چند هزار نفر رو به لجن کشون. گفت منبر دیشب شما باعث شد من تمام این کلیپ ها رو با یا صاحب الزمان و یا زهرا پاک کرد. بعد بهش گفتم میدونی من چرا گریه میکنم؟ گفت چرا؟ گفتم میدونی جوانای همسن و سال شما زمان جبهه و جنگ، خب پشت خاکریز که قرار میگرفتن، برید سوال کنید، دشمن از اون طرف فکر میکرد 200 نفر رزمنده تو پشت خاکریزه، در حالی که 200 نفر نبود، 10 نفر. اما این بنده خدا میپرید این ور دو تا گوله میزد، میپرید اون ور دو تا گوله میزد، هی جاشون رو هم عوض میکردن که دشمن فکر کند پشت این خاکریز، حالا یعنی 10 نفر بودن ولی به اندازه 200 نفر از ناموس و از خلاصه دین و همه این مملکت دفاع کردن. من دلم برای این میسوزه، تو یه جوون چقدر میتونی مفید برای حجت ابن الحسن باشی؟ آب که نیوردی هیچ، کوزه هم شکست. حالا توبه کردی دمت گرم، اما این جوانایی که با این کلیپاتو به فساد کشوندی، اینا کجا میتونی پیدا کنی؟ خواهش میکنم، امشب امر اعلام میکنم، مهدی قریبه، بی کسه، یار نداره، کمتر کسی به یاد امام زمان، همه دارن آتیش برا مهدی به پا میکنن. به فکر غربت مهدی باشید، کمک امام زمان کنید، به درد مهدی بخورید. از خودشم بخواید بگید مهدی جان تو رو به مادرت زهرا یه عنایت